سلام, سلام مخلص خیلی خوش اومدید به چنل خودتون خودتون خیلی سوال در مورد یوتیوب داشتیم بله که آقا چی شد اصلا یوتیوب رو انداختید مه. چی شد ادامه دادید چی شد اوم ریاکشن چی شد مهسا اومد چی شد نمیدونم علاقه من شدید کی اومدی چی شد اصلا این همه سوال رو قرار تو این ویدیو جواب بدیم بهتون خب که اصلا آقا می صرفه, نمی صرفه. چه چیزایی نیازه مزن مزنده آره. وقتی هم هم دارو خونه چی آره نمیدونم چی کار میکنی کی ویدیو میگیری کی سر کار میری کی نمیدونم غذا میخوری غذا دیگه بابا غذا میخوریم کی اصلا میخوابی خب آره به کل این سوالات تو خیلی مختصر و مفید قراره جواب بدیم یه کوچول میریم میایم سری بریم سراغ این یه ویدیو پادکستوریه دیگه آره دیگه یه گپی با هم بزنیم آره بریم آره. بریم Let's go خب دیگه بچه ها همینطور که دوره هم جمع شدی و خیلی داره به خوش میگذاریم هر که شروع حالا این ویدیو رو حتما لایک کنید کامنت بذارید برامون و اینکه چنل دوممون هم حتما محسا بره اسمش بله تو دیسکریپشن میذارم برات خب از کجا شروع کنیم از... از اینجا بگو که چ... چرا اصلا یوتیوب اصلا چه خطور کرد به علامت میگم خب آقا من بسم الله رو خب من خیلی در مورد این موضوع صحبت کردم تو ویدیوهای اول همین چنل که ریاکشن میرفتم خیلی در مورد این موضوع صحبت کردم که من بنده خب این جانب. آره این جانب محمد, محمد صابر مشایخی خب <applause> یه پیج اینستاگرام داشتم به اسم آنلاین فارمسی او شیت هر اون فکرش هم بیاد تو سرم واقعا ناراحت میشم خب خیلی اذیت میشم <تصفيق> هنوزه <تصفيق> که هنوزه <applause> یه پیج داشتیم ما آنلاین فارمسی خیلی پیج خفنی بود در مورد داروخانه آنلاین بود اسمش داروخانه آنلاین دیگه به فارسیش میشه داروخانه آنلاین خب خیلی خفن بود ما راه انداختیم یعنی من یعنی تقریبا بخش میون حرفت جزء اولین داروخانه آنلاین بود یعنی فکر کنم اصلا نبود اون موقع اون موقع که من زدم آنلاین وجود آره نبود. دقیقا سه چهار ماه قبل از کرونا بود آره خب قبل از کرونا بود به واسه گفتم با اون موقع دوست بودیم ما با هم دیگه آه. گفتم آقا بیا چ... من که دارم داروخانه کار میکنم بیا پیجم داشته باشم دیگه خب آره. پیج زدیم گفتیم آقا میبریمش بالا چهار تا تبلیغ این اینو پول در میاریم هدف تبلیغات بود آره این پیج باید, باید, باید تبلیغات کنیم یه چی ها جی؟ ما یه چهار تا پست گذاشتم می‌ذارم چون زیاد فعالیت نمیکردم استوری استوری فلان و بیسار یا خود به کرونا یا علی یه پست من گذاشتم در مورد ویتامین دی ما خیلی ترند بود یا ویتامین دی بخورید کرونا نگیرید همون روز اول چه چیزای از خونه تهیه کنیم چی بخوریم دو سه تا ویدو دو سه تا از من ترکید بدت. یعنی بد من 17 18 کا پیج داشتم خب که فیکم بود آره خب. فیک گرفتیم فیک گرفتیم و یهو حاجی یهو یه پست من 26 کا اشتراک خورد 26 کا بعد ویوش رفت رو 800 هزار کا بعد همون ویدیو همون پست من باعث شد که پیجم از 18 کا بیاد رو 25 کا وایسه آره درقی. و از اون موقع به بعد آنلاین فارمسی اعتبار خاصی گرفت یعنی یه جوری بودی که همین سابر که خودش تو دار خونه کار میکرد میومدن پیج خودش رو به خودش نشون میدادن میگفتم مثلا اینو بهمون همون میدی فلا محصول آره. خیلی, جذاب بود, باسم. بود. آره. مثل الان که مثلا خیلی ما مثلا تو خیابون میبینن داروخونه خونه اینو بچه ها ادونچر سابر آره. خیلی لذت بخشه دیگه چون محصول کار تو میبینی خب آره هاجی گذشت گذشت ما هی اومدیم بالا اومدیم بالا اومدیم بالا خیلی اعتبار کسب کردیم همه ما رو میذاشتن اشتراک فلان و بیسار بعد ما دیگه فروشمون فروش, فروش آنلاینمون هم زیاد شد و تقریبا رسیدیم به 85 کا 85 کا رسیدیم یهو دیدیم بلند شد از خوابی شب خوابیدیم صبح بلند شدیم. ای بابا پیج نمیاد چند روز قبل عروسی مون بود آره دقیقا یه پنج شیش روز قبل یه هفته قبل عروسی بود آره دیدیم نمیاد بعدش من پشمون ریخ ریدم به خودم آره خیلی حساب باز کرده بودیم اون پیج آره بعد خدایشم خیلی نتیجه داد خب خیلی کمکم کرد ولی دیدم آجه پرید این ور اون ور. یه پشتیبان پیدا کردیم دیدی که این آره پیدا کردیم پیج رو به یه بدبختی بعد از چند ما برگشت آره ماجی اولین بار که رفت برگشت من گریم گرفت وقتی برگشت خب آره برگشت و اینا بعد یه خود ما محتاط تر شدیم دوباره گذشت دوباره پرید و اینا گفتیم خدا بر دیگه چیزی نیست دیگه دوباره برگشت و اینا دفعه آخر که پرید خداحافظ کلن تموم شد و رفت من افسوری گرفتم خیلی ناراحت آخه ببین... ببین. من واقعا سه سال سر اون پیج زحمت کشیدم زندگیمو گذاشتم خب و وقتی پری آره هم... دیگه همه میدونستن یا آنلاین فارمز آره. خیلی معروف بود بعد آره هیچی گفت... از بگذاریم آره نه بذار بزد... کاتش کنم پرید بگا رفت دیگه خب منم کلا افسورده دیگه دست دلم به هیچ پیجی نمیرفت من پی... گفتم که بزنیم پیج دوم پیج اونم پرید آره. اونم پرید گفتم دیگه من کار نمیکنم تو پیج اینستاگرام دیگه ولش کن کشیدیم کنار گذشت گذشت من از همون اوایل که قرار بود پیج اینستاگرام بزنم تو فکر یوتیوب بودم از همون زمان هم من یوتیوب میچرخیدم آه. یعنی مثلا این نبود که مثلا بیگانه باشم با یوتیوب اون که یوتیوب مد نبود اصلا مد نبود, مود نبود. اصلا پوتک نبود پوتک کی بود اصلا خب ما نبود من اگر اون زمان میمادم یوتیوب مثلا میزدم و الان جای یوتیوب جای پوتک من بودم خدا شاید جدی میگم آه. شاید اون موقع مثلا پوتک شاید مثلا چند ماه اولش بود تازه شروع کرده بود مم. یوتیوبو مم. آره. مثلا منم میشد از مثلا اولین اولینای آره اولین های یوتیوب میشدم گفتم ولشون دیگه با مهسا چی میاد این سر کار میواد اینا ولی گفتم بابا مهسا مهسا چی نمیگفت من تو ذهنم میومد میرفت میومد میرفت می, رفت. می, رفت. می, رفت. می رفت. یوتیوب بزنم فلان هی میخواستم بزنم دیگه میخوای کار میکنی حالا ان از شنبه خب آره آره هی گفتم باشه اوکی میزنم 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 نشد یک سال دو سال گذشت کلا <تصفح> تا یه روز برگش بریم بزنم با ول کن من اینطوری نمیتونم من اصلا واقعا از کاری که یکی بالا سرد باشه بدم میاد من بدم میاد اصلا اصلا هیچی جدای از اون جوری بود که خیلی هم علاقه داشت به کار تولید محتوا و اینا و خیلی هم استعداد داشت اینا ازش نبود من بیشتر از... اونز... علاقهش بود آره. که اومد این دقیقا خب و من اون زمان که پیج اینستاگرام داشتم حتی واسه چند تا شرکت شرکت های دورویی من تبلیغات ساختم باورتون شاید نشه من تبلیغات می ساختم براشون آره هاجی گذشت اومد یوتیوب دیگه گفتم هاجی چیکار کنیم چیکار نکنیم از چی what to do, what not to do. آره. اتشی خوشم میاد چی تو آره از چی خوشم میاد چی خوشم نمیاد گفتم آقا من که فیلم که عاشق فیلمم خیلی هم فیلم بینم موزیکم خیلی خوشم میاد ولی خب سبک موزیک من متال بود راک, متال, راک متال بزنیم گفتم خب چیکار کنم کامنت یه خورده مثلا بیگانه است دیگه خب گفتم اول بیام مثلا چیزی که ترند تو یوتیوب مثلا تو موزیکا ترنده رو مثلا ریاکشن بریم مثلا چی رپ خب اومدیم تو رپ ریاکشن شروع شد و اینا حتما باید به اولین ریاکشن صابه ریاکشن یعنی ریاکشن اولش واقعا ریاکشن رفتنیه آره خیلی بامزه اونو پاکش کردم اولین ویدئویی که من آره اولین ویدیویی که من از این آهنگای رپ رف... ریاکشن رفتم آهنگ کدکس حسین بود همیشه هم آره. گفتم خب وای اصلا یه جور داغونی بود یه اصلا با گوشی فیلم برداری میکردم از همه گرفتم از این زیر فیلم برداری میکردم نمیدونم نور نه تاریک بود آره تاریک ولی خب زود تو جون گرفتی آره یعنی آره. خیلی وضعیت حالا هم این شو فصل اول ما ام. خب که چرا من یوتیوب خب و چرا مثلا ریاکشن و این چیزا بعد اگر در جریان باشی من یه چنل فیلم هم زدم این اواخر ولی چون حالا داروخونه زدیم وقت نشد دیگه اونو کنسل کردم خیلی, خیلی وقت میگرفت آره چنل فیلم هم خیلی خفن بود و من اگر ادامه میدم قطعا از چنل این موزیکم خیلی زودتر پیشرفت میکرد ولی همون چنل فیلم هم کردیم چنل لایف استایل که اونو به سابسکرایب کنید همین الان دیگه من من آره. حالا اون اوایل که من چنل یوتیوب زدم بذار داستانشو رو بگم خیلی سخت بود همه تون میدونید اگر شما پشتیبان حمایت نداشته باشید خیلی سخت میایید بالا خب حالا مثلا چاله الان مثلا لایف استایل ما خوب داره میاد بالا چرا چون ما داریم ای پوشش میکنیم اره خب ولی من منو هیچ کس نمیشناخت من اصلا از کجا اومدم کیم به, به کجا میخوام برم خب از اونجا اومدم دارم میرم اینجا آره بعد به محصه دوسته ما اول که گذاشتون اصلا انگار نه انگار تیکون اصلا سختم بود نیشه هم نیشه اصلا ما صحبت میکرم گفتم آجی میخوام بذارمش کنار آخه چرا چون من اون کارمو گذاشتم کنار دیگه شیفت کاریشو کم کرد یعنی اصلا صبح تا بعد از ظهر میرفت صبحش دیگه نرفت تایم بعد از ظهرش فقط میرفت که صبحتون به کار یوتیوب برسه آره. بعد خب ما وارد زندگی شده بودیم به نسبت حقوق هم کم شده آره بود آره حقوق نصف شده بود یه شیفت کم بود و یوتیوب چیزی نداشت خیلی یه مدت سخت بود برامون آره بعد من میخواستم جا بزنم گفتم من اصلا دیگه نمیکشم مثلا پول میخوام بعد پول داشته باشیم حالا موقع مثلا الان دیگه مثلا وضعمون مثلا نسبتا خوب نبود خب م. یه بخور نمیر بود دیگه اون پولی که در می آوردیم به واسه گفتم آقا ولش کن نمیگیره خب بزام برم سر کارم از صبح تو شب بریم خرمالی و فرون این چیزا این رنگ شوباست که من حس میکنم. به نظر متفاوت آره قرمز کنم چجوری میشه؟ مهم. قرمز کنم چجوری میشه؟ فصل قرمز ببینید. خوبه خوب. آره داشتم میگفتم گفتم آقا واسه دیگه واقعا نمیتونم پول بریم در بیاریم و اینا بریم سر کار. گفت نه. اینجا که آره با حتی سابر داشت دنبال کارم میگشت یه چند رفت دید و اینا که مثلا صبح تا شب بره چقدر بهش میدن و اینا حتی اینجوری هم بود ولی من واقعا نذاشتم چون که بهش گفتم اصلا شروع کردی استارت زدی باید ادامه بدی من مطمئنم تو میتونی وقتی که پیج این حساتو رو انقدر قوی و خفن تونستی پیش ببری اینم میتونی چون هم علاقه شو داری هم استعداد شو داری پشت هر مرد موفقی یه زن چیز هست ای بابا زن چی هست؟ زن خوب یه دختر ترک آره نه دیگه فاشیستیش نکن خب را... چی؟ فاشیست؟ فاشیست چیه؟ ربطی داشت چیزیش نکن چیزش نکن نجات پرستش نکن ریسیستش نکن آره ریسیست خب مثلا پرچم ترک ها رو برم بالا مثلا. آره آره آجی خلاص این که شد ما ادامه دادیم ادامه دادیم و اینا اومدیم به سختی خودمون بعد از 4 5 ما رسوندیم به هزار تا سابسکرایبر آخو. بعد که هزار تا سابسکرایبر شدی من برات گل اوکی کوین گرفتم یادم آره آره ای بعد حالا اینجی سابسکرایب هزار تا گرفتیم واچ تایم مونده بود ای بابا ای بابا <تصفح> <تصفح> اصیر شد واچ تایم هم پر کردیم حالا شرکت از کجا پیدا کنیم واسه درآمدمون رو مثلا در بیاره حالا <تصفح> در مثلا چقدر درآمد خیلی بودیم چقدر درآمد مثلا دو خب آره اول میام سخت بود دیگه دست با شکسته جلو میرفتیم فلان و ویسار و این چیزا گذشت گذشت دست با شکسته ریاکشن رفتیم اومدیم دونه دونه سابسکرایبر میگرفتیم اومدیم بعد حالا نمیدونم چی شد و یه خب پیجم پیجمو ترکید دیگه خب آها من اول تنها بله تنها بله. ریاکشن میرفتم بعد به محصه گفتم خب تو که خونه ای تو هم کاری نمی کنی خیر آقا تو نگفتی هم. من هی میگفتم که بذار منم وارد شم تو میگفتی نه عیبه بذار خودم باشم تنهایی بعد یهو نمیدونم چی شد که گفتی باشه مثلا بیا اول میدن یه چیز بود دیگه فکر کنم نخندی بود سعی کن نخندی بود بود با هم رفتیم چون ویدیویی بود که بعد با هم میگرفتیم بعد از اون دیگه نه بعد از اون نیومدی من... بعد از اونم دیگه نیومدی تطلو؟ <prom> چند تا ویدیو گذشت بر سر گرگ سه تطلا اومدی اولش آره. قرار شد که من هر از گاهی بیام آره. بعدی من نشستم اینجا گفتم من نمیرم آره نه خدایش محصا یکی از دلایل پیشرفت پیج من شد چنل من شد عزیزم. و اگر نبود من شد مثلا نصف این سابسکرایبر داشتم ببنید. در حقیقت عزیزم. چرا؟ ب... چون خیلی مثلا من که تنهایی میشینم خب نمیتونم اونطوری مثلا یه حالت صحبتی پیش آره. میاد دیگه نظرمون رو هم دیگه رد و میکنیم خیلی قشنگتر مثلا میشه اون, ش... اون حس شوخ که بین آره. هست اینا آره. خیلی مثلا بیشتر واسه شما جذاب تره خب و اینکه حالا مهسا اومد و یکی از دلایل دیگه ای که ما ریاکشنمون خیلی واسه شما خوب شد این بود که حالا مجهولم که اومد یه سردار خونه ما مجهول اومد صحبت میکردیم میگفت ریاکشن شما خوبیش اینه که گفت من نمیدونم شما گوش میدید یا گوش نمیدید گفتم آقا بذار یه حقیقتی بود بگم من اوایل گوش میکردم آهنگا رو خب از زمانی که محسا اومد تو چنل یعنی همون اوایل به من گفت اسکول خب اسکول نگو من دارم خیلی خودمونی میگم گفت نکن این کارو گفت <تصو از سکولم> تو <از سکولم> <تصو از سکولم> میشینی گوش میدی که قطعا همه این کار رو انجام میدن مثلا او یه رو میگه سلام اه سلام گفت فلان اینا گفت نکن اصلا این جذابیتی نداری تو به هی بخوای پاس بزنی فلان مم. کنی بعد این اصلا اون ریاکشن خالص و اورجینال تو از بین میبره و دیدم واقعا راست میگه من اون ریاکشن اورجینالمو به چیزایی که باید بدونم و نمیفهمم تو ترک که دفعه اول گوش میدیم و ترجیح دادم که همین واسه شما خیلی جذاب شد اصلا آقا درستش همین اصلا هم. فلسفهش از کجا میاد آره. ببین تو اگه بخوای اونجوری کنی بعد بری یه پیج تحلیل بزنی آقا من یه پیج تحلیل موزیک گذاشتم م. که دونه دونه بیا اینو هجی کنی که چی میگه ولی وقتی ریاکشن دیلن. اسمش میاد این نمیدونی چه اتفاقی قراره اتفاق. بیفته آفرین آره بقید. همین شد که ما دیگه کلا هیچی از آهن گوش نمیدادیم میادیم همینجوری مثلا چیز میشستیم اینجا یعنی حتی الانش هم مثلا اینجوریم که یه ذره هم بخواد پلیش میگم گوش نده نگاه نمیذاریم آره. نه خداییش آره. اصلا گوش نمیدیم هیچیو آه. و هر کی میخواد وارد این کار بشه ریاکشن بشه من نظرم اینه که آقا اصلا ریاکشن هیچ نبینید خب ریاکشن خودتون رو برید اگر خواستید بعدا برید ببینید آه. و اون زمان که ما اومدیم میگم البته اعتماد به نفسش هم نداشتیم آم. آره میدونی آره چون وارد بازی نبودیم وقتی وارد آره. بازی که شدیم بفهمیم چه خبره کی به کی چی به چیه مثلا تو خودت از رپ فورس چی نمیدونی آره. منم اونقدر من فقط گوش میدادم در جریان اصلا بعد که گذشت اصلا صاحب نظر شدیم دیگه یعنی آره. من می‌دیدم که بعضی از چنل ها و بچه‌ها واسه تو اینستاگرام میفرستن که آقا این بنده خدا داره از رو شما تقلید میکنه حرفهای شما رو دقیقاً داره میزنه خب خیلی از چنل مثلا ما خیلی کارا میکردیم خیلی ویدیو می ساختیم. که می‌بینیم مثلا چنل‌های دیگه دارن از روی ما همون ویدیو رو می‌سازن خب آره. و این شد ایده که گرفتن که بد نیست آره ولی تقلید بده آره. خب آره. تقلید 100 صد, صد بده و این شد که ما خیلی از چنل‌هایی که یکی دو سال کار می‌کردن نزدیم کنار خدا رو شکر خب و اومدیم خیلی جلوتر از خیلیشون وایس دادیم آره. یعنی خیلی ها رو فیت کردیم ما نمی‌دونم حالا بگم خوبه بده خب دیگه بالاخره دوستامونن ولی رقیبم هستن آره مستمشون. ولی خب رقیبم هم هستن همکارم ولی رقیبم هم هستن نه جدی میگم احسن. احسن. خیلی وی رو گرفتیم واسه خودمون خیلی ها فیت کردیم و از این بابت واقعا خدا رو شکر میکنم که تونستیم تو دلای شما جا باز کنیم و دم شما که دم شما هم گرم که ما رو حمایت کردید خب اینم از این در دیگه چی بگیم یه چیز دیگه پرسیده بودن گفته بودن اسم چنل تا کجا اومده والا چه اسم با موسم های ادنچرز ادونچرز ماجر و جوی های صابر یه رو اومده میگفت ای ماجر و جوی های صابر تویی؟ بود خب گفتم آره منم بعد والا حقیقت من اول که میخواستم بیم تو چنل یعنی چنل بزنم گفتم آقا حالا ریاکشن بزنم چیزای دیگه باشه که مثلا بشه یه چیز ماجر و جوی خب موزیک فیلم بلاگ داستان نمیدونم پادکست فلان سال همه چی باشه که این میشه ماجرای جویی آره خب بخاطر امید. اسم از اینجا اومد ادونچرز آره مهسا برم که چنل دومونه که مهسا بر اوکی از اونجا اومد آره. و... اول من آخر اینه <laughs> آره این هم بگم خیلی از بچه که میان تو دارو خونه مثلا ما رو می‌بینن در مورد یوتیوب صحبت میکنن اینو میپرسن که آقا سخت فلان و بیسار و اینو من که از چند تا از آشنای خودمون اونم فکر و فامیل میخواستم یوتیوب بزن نتونستن من اون نصیحتی که دارم اینه که حالا محسا باعث این شد آقا دل سرد نشید یه هو ویدیوتون میترکه <applause> یه هو ویدیوتون میترکه همون معلوم نیست کیا ولی خب همین که دل سرد بشید شاید ویدیو بعدیتون باشه آره واقعا خدا واسه نواستون نگران نباشید ما ده ها بار نامید شدیم ولی خب شد دیگه خدا شکر آره خدا شکر شد و درآمد درآمدش حقیقت اینکه که آقا اوایلش نه خوب نبود خب ولی با توجه به اینکه دلار تو یعنی ارزش دلار تو کشور ما خیلی بالاست شما ماهی 100 دلار یا 200 دلار هم در بیاری، خودش میکنه 10 میلیون که حالا اون شرکت ها معمولا 20 -30 درصد ازتون کم میکنن باز میشه 7 میلیون من میگم شما اگر کار پاره وقت دارید حتما اینو در کنارش داشته باشید چون نهایت میخواد چقدر وقتتون رو گیری مثلا یه ویدیو تو روز یا هر چیز دیگه ده. خب نهایت مثلا میخواد یک ساعت وقتتون رو بگیره با ضبط و ادیت و فلان و بیسار بکنید خوبه آقا من درآمدمو ن... نمیگم چقدره ولی میگم خوبه خب از هیچی بهتره به هر کی که دوست داره یوتیوب بزنم میگم بکنید حتما بزنید و اصلا از هیچی نترسید شما به ریاکشن های اول منو ببینید مثل دست خمی سلام مخلص چطوری بچه فلان و بیسار و این چیزا خیلی جدی اینا الان ب... <تص> خب الان میام میشم خیلی خودمونی با هم صحبت میکنیم اون اول اشتباه که باز میگم حالا این پروسش با تی بشه آره دیگه باید بسه واقعا اول بله میگم هر گوهی دوست داری تو بله <تصفح> 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 تو چنلتون میخوای چنل مال خودتون آقا آره با. هر کاری دوست داری بکنی اومده بود دارو خونه میگفت آقا مثلا من چیکار کنم این کارو بکنم نه بعدش میاد ادیتم تو ادیتم صدا افکت بذارم نمیدونم چ... استیکر بزن گفتم با هر کاری دوست داری بکن تو چیکار داری هر کاری دوست داری یا میبینن یا نمیبینن دیگه اون کاری که اتفاقا تو دوست داری انجام بدی همون اونه که تو رو خاص میکنه وگرنه اگه بخوای مثلا مثل بقیه انجام بدی که دیگه چه فرقی میکنه آره دیگه آره خودش میکن. دقیقا و من و محسا اون حسی که با من کلا همیشه گفتم موزیک خیلی رو من تاثیر میذاره خیلی زیاد خب حالا با تاجی میگیم حالا من کلا سبک راک و متاله اه... خب. اون سبک برتر نسبت به حالا به نظر من رپ و پاپ و این چیزا کلا سبک برتریه من خیلی با اونا ارتباط میگیرم و همون باعث شده که من با کل موزیک ها ارتباط بگیرم خب؟ و همینه که بعضی از آهنگای رو حالا هر کسی که مثلا سهرنای چیز یا مثلا گوش میدم مثلا کلا اشکم در میاد خب شما اینو حس میکنید با من خب این دلی. حس منو حس میکنید و چرا چون دلیه الان خیلی از ریاکشن ها میگم میرن گوش میدن و خیلی مصنوعی میشه خب این که شما میاید بدون این که یعنی بدون پیش قبلی میاد میشین ریاکشن میری خب خیلی قشنگ تره دیگه این نه تو هر کاری سعی نکنید ادا در بیارید خب واقعا خودتون باشید. خودتون, باشید خودتون باشید. خیلی خوبه من از زمانی که محسا و باعث شد که من خودم باشم و خودش خودش باشه خب درسته راحت نبودیم ولی خودمون بودیم خب اره. خیلی بیشتر یعنی زودتر پیشرفت کردیم و رفتیم بالا این هم از این خب دیگه چه بحثی مونده دیگه همین دیگه و گفته بودن که هر کسی میتونه این کارو بکنه یا مثلا استعداد خاصی میخواد ب... مثلا فن بیان خاصی میخواد من نظرم بگم بفهم. به نظر من میخواد داره به نظر من هر کسی نمیتونه بکنه هر کسی خیل... میتونه خیلی... هر کسی میتونه بیاد توی یوتیوب ولی هر کسی موفق نمیشه آره بغارد. هر کسی که میتونه بیاد توی یوتیوب ولی به تو هر کسی نمیتونه موفق بشه خیلی ربط داره به علاقه خیلی خیلی رب آره. داره به پشت کار چه چنل هایی که زده شده و الان همه نیمه کاره مونده چون چی میگن؟ بگو پشت کار چون <تصفح> پشت <کارشو> ندارن واقعا <تصفح> هم اون همی که او دل سرد میشن دیگه خب و اینم بگم که چی میخواستم بگم؟ رشه کنم دستم رفت شانم. دیگه چی هست ببین دیگه چی پرسیدن <تصفح> هم دیگه همین دیگه اسم چنل و همینو با این علاقه این علاقه واقعا مهمه من میگم یکی از دلایلی که دو تا دلیل خیلی مهم داشتم یکی از اینکه دلایل اینکه دوست ندارم کسی بالای سر من باشه دوست ندارم صبح ساعت 8 صبح رأس ساعت هشت صبح یه جا باشم کار کنم واسه یکی ساعت 9 شب بیام بیرون من دوستم واسه خودم باشم آه خب دوستم حالا درست الان داره خونه زدم ولی خب داره خونه واسه خودمونه راحت ترم یه مقدار خب درسته خیلی دوش بار سنگینی نشید. آره رو دوشم ولی خب حداقلش اینه که واسه خودمه برم نرم نمیدونم بشه نشه خب واسه خودمه کسی بالا سر دی بر بر آره خب زحمات تو یکی دیگه ازش سود نگیره بهره نگیره میای میشینی اینجا زحمات خودته بعدش می میری ادیتش میکنی یعنی صرف تا صد واسه خودته خب و خودت از خودت لذت میبری نمیدونم و هر کاری دوست داری میکنی صبح بلند میشی دوازده مثلا سن... سه نصف شب میخوابی دوازده زور بلند میشی خب حالا اون زمان که دارو خور نزدیم اینطوری بود دیگه آه. ساعت چهار و پنج صبح میشستیم ساعت... زنگه نباتی ساعت, چهار آره. ساعت چار زور بلند میشدیم نمیدونم فلان و بیستم ولی خب همه کارمون میرسیدیم تمام اشخال همونو میکردیم نمیدونم چرا چون میگم آقا بالا با نداشتیم خب بالا نداشتم یارو تو سفر نداشتم. خب. و خیلی زندگی ولی در مجموع بخوام جمع بندی کنم چه یوتیوب چه هر کار دیگه ای واقعا باید عشق بهش داشته و دوستش داشته باشی که بتونی انجامش بدی یه سری اصلا شاید الان ما داریم میگی اصلا نفهمن چه یوتیوب ویدیو گرفتن تولید محتوا اصلا ولی خب اگر علاقه داری شروع کنید واقعا پشت کار داشته باشید و <تصفح> اینکه موفق میشید چرا ایشالا, ایشالا همان تو موفق میشه ایشالا جیب همانتون پر پول باشه و یوتیوب خوبه یوتیوب خوبه بزنید اگر دوست دارید بزنید خیلی اصلا خوبیشونه ب... ب... خوبی نیستن آره. یعنی آره. تو معلم باشی میتونی یوتیوب هم بزنی تو اونم خیاط باشی میتونی یوتیوب هم بزنی آره همه حالا و آینده چنل ما قراره چی بشه آینده قراره آینده چنل ما قراره تو همین ریاکشن بریم حالا چیزا اضافه کردیم که دیدید شاید چیز دیگه هم اضافه کنید کنید, کنید. کنیم خب و چنل محسابر خیلی قطعا قراره بیشتر بهتره که او تر باشه خلی. چرا چون اون قرار نیست به یه موضوع مثل حالا موزیک محدود بشه گفت همه چی یعنی گوخوری همه غلط همه غلطی قرار بکنی خب مثلا آره و همین دیگه اینم هم داستان زندگی ما عجب 26 دقیقه است نمیدونم ببینن نبینن نمیدونم میبینن بابا آره اینا ببین من دوست ویدیو بزنم که تجربیاتم و انتقال بدم به شما خب خیلی هم سوال دیگه آره و یه حالت پادکستوری داشته باشه با هم صحبت کنیم و لذت ببریم همین بگید اگه سوالی دارید موضوعی دارید مسئله هست بگید بگید من تو. چون خودم خیلی دوست دارم که پادکست و اینا رو آره پادکست هم خیلی حال میده اونم احتمالا رو بندازیم تو چند خب آقا شما نظرتون حتما بنویسید و همین دیگه لایک سابسکرایب کومیتیکاتون نره دوستتون داریم کلی زیاد تا ویدئای بعد اگر دوست دارید پادکست نه مثلا یه موضوع بگید آه. که ما مثلا با محصول و در موردش با هم صحبت کنیم پادکست ده. بگیریم هفته ده. یه جلسه پادکستی داشته باشیم یه موضوع بگید شما فقط همین دیگه آه دوستتون داریم کلی زیاد تا ویدئای بعد